ممکنه براتون پیش اومده باشه یا در آینده پیش بیاد که سرور مجازی که داری توسط شرکت ارائه دهنده مسدود بشه و شما دیگه نتونی به سرور SSH بزنی و وارد سرور بشی که بخوای حالا بکاپ سرورت رو برداری بندازی روی یک سرور، دیگه اما اینجا میتونی با استفاده از کنسول خود اون شرکت ارائه دهنده که تحت وب هست بیای SSH بزنی به سروره توی این ویدیو هم میخوایم بهتون نشون بدیم که اگر خدایی نکرده سرورتون توسط شرکت ارائه دهنده بلاک شد چطور بیایید با استفاده از کنسول همون شرکت ارائه دهنده به راحتی وارد سرورتون بشید و بکاپ پنل صنایی که روی سرورتون دارید رو انتقال بدید به یک سرور دیگه. سلام و درود به همگی دوستای عزیز امیدوارم که حال دلتون عالی عالی باشه. من وایتی هستم و به کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. زیاد نمیخوام وقتتون رو بگیرم مستقیم بریم سراغه آموزش فقط قبل از هر چیزی اگر خواستید سرور مجازی خارج تهیه کنید حالا برای کارهای مختلف بهترین جایی که میتونم بهتون معرفی کنم سایت aiza.net هست که لینک ثبت نامش توی دیسکریپشن ویدیو و توی کانال تلگرام قرار داره میتونید بیایید داخل این سایت ثبت نام کنید و با ارز دیجیتال خودتون بدون اینکه بخواید پول زور به کسی بدید بیایید سرورهای مجازی از این لوکیشن هایی که اینجا وجود داره تهیه کنید هم به صورت ساعتی هم به صورت ماهانه پیشنهادم اینه که اگر خواستید تهیه کنید بیایید ابتدا سروره ساعتی تهیه کنید چکش کنید اگر فیلتر نبود تغییرش بدید به ماهانه و ازش استفاده کنید الانم میبینید که 15 درصد تخفیف گذاشته روی لوکیشن هایی که داره و میتونید سرور دلخواهتون رو از این سایت خریداری کنید اما بریم سراغ هتسنر گفتم که حالا چون این مشکل روی هتسنر بیشتر پیش میاد روی همین هتسنر این رو بهتون آموزش بدم من اینجا یه دونه آی دارم که توسط هتسنر بلاک شده خاموش نشده سرورم ولی به هیچ وجه من نمیتونم SSH بزنم به این سرور فقط در یک صورت میتونم وارد سرورم بشم اونم با استفاده از کنسول خود سرور یعنی اینجا کنسول رو که من بزنم به راحتی میتونم وارد سرورم بشم اما چطور من میتونم بیام بکاپ پنل صنایم رو از این سروری که دارم انتقال بدم به یک سرور دیگه ابتدا میام با استفاده از یوزرنیم پسوردم وارد همین سرورم میشم اینجا روت رو میزنم و در مرحله بعد هم پسوردم رو وارد میکنم و اینجا به راحتی وارد سرورم میشم که به اصطلاح مسدود شده حالا من اینجا یه دونه خط کد براتون قرار دادم اینو توی دیسکریپشن ویدیو هم براتون میذارم توی کانال تلگرام هم براتون قرار میدم شما هیچ کاری نمیخواد اینجا انجام بدید فقط باید بیایید اینجایی که من نوشتم IPv4 باید بیایید IP4 سرور جدیدتون رو که میخواهید بکاپ رو انتقال بدید روش اینجا قرار بدید من از هتسنر یه دونه سرور سنگاپور گرفتم دوستان سرورهای سنگاپور رو جدیدن اضافه کرده که میتونید به راحتی خریداری کنید آی پی هاش همگی تمیز فعلا چون تازه اومده فقط قیمتش کمی بالاست ماهانه 7.5 یورو هست تقریبا ولی خب خوبه بدکیش نیست خب من میام آی پی وی فوره سرور جدیدم رو از اینجا کپی میکنم و به جای این آی پی وی فور قرارش میدم خب من حالا صفحه رو کلیر کردم و IPv4 سرور مقصدم رو هم اینجا قرار دادم و میام این رو کپی میکنم و اینجا اون رو قرار میدم. دوستان اینجا یک نکته بسیار بسیار مهمی هست که باید خیلی خیلی حواستون رو جمع کنید. زمانی که من این کد رو اینجا قرار دادم نمیدونم حالا مشکل به چه شکلی هست، اومده یک سری چیزها رو تغییر داده. مثلا اینجا که روت رو نوشته و باید ادساین بذاره و بعدش آی 4 سرور مقصد من رو بنویسه به جای ادساین اومده نوشته دو نمیدونم حالا دلیلش چیه این رو چک کنید حتما اگر چنین چیزی بود بیایید و پاکش کنید اون عدد دورو رو یا هر عددی که بود و خودتون به صورت دستی ادساین رو بذارید حالا یه کمی که برید جلوتر اینجا هم بعد از آی پی من باید دو نقطه باشه یه چیز دیگه نوشته پس من این رو هم پاک می کنم و به صورت دستی دو نقطه رو می نویسم دوباره بعد دو نقطه هم یه چیز دیگه نوشته و این رو من باید پاک کنم و دقیقا چیزی که توی دستور هست یعنی اینجا وجود داره رو خودم به صورت دستی اضافه کنم بعد از اینکه این کار رو انجام دادید اینتر رو میزنید اینجا یک سوالی ازتون میپرسه میگه آیا مطمئنی که میخوایی وصلشی چی به اون سرور میگم اوکی یس رو اینجا مینویسم و اینتر رو میزنم حالا اینجا از ما پسورد سرور مقصد رو میخواد ما باید بیایم پسورد سرور مقصد رو اینجا وارد کنیم من مینویسمش و اینتر رو میزنیم گفته که من این رو پیدا نکردم چرا این رو پیدا نکرده؟ چون چنین چیزی اینجا وجود نداره من باید برم ببینم چی وجود داره خب طبق بررسی که من انجام دادم الان چنین بکاپی وجود نداشت توی سرور من بکاپ پنل صنایع من توی این آدرس قرار داره و اومدم این آدرس رو جایگزین کردم یعنی پوشه ETC بعدش پوشه XUI و فایل xuidb حالا من باید دوباره بیام این رو کپی کنم و اینجا اون رو قرار بدم می بینید که مجددا این اشکالات به وجود اومد میام سریعا این رو اوکی میکنم ازم پسورد میخواد پسورد سرور مقصدم رو وارد میکنم و اینتر رو میزن این میاد میگه که توی پوشه روت من چیزی با نام ETC ندارم خب درستم میگه چون ETC توی پوشه روت من وجود نداره پس من باید یه کار کنم که این روت از بین بره پس میام چیکار میکنم این رو از اینجا پاکش میکنم و حالا میام این رو کپی میکنم و اینجا اون رو قرار خب میبینید که به راحتی هر چه تمامتر اومد بکاپ ایکس من رو آپلود کرد توی سرور مقصد من حالا با هم دیگه بریم توی سرور مقصدم ببینم این اضافه شده یا خیر این رو میبندم دیگه بهش نیازی ندارم و میام توی لوکیشن سنگاپور اینجا SSH میزنم به سرورم با استفاده از برنامه وینسی پی یه بک میزنم میام وارد پوشه etc میشم میام پایینتر پوشه ایکس یو آی رو پیدا میکنم اینجا هستش و میبینید که ایکس یو آی با حجم 484 کیلوبایت که حاوی اطلاعات پنل صنعتی من هست اینجا اضافه شده به همین راحتی شما میتونید بکاپ رو از روی سروری که حالا به مشکل خورده و فقط میتونید با استفاده از کنسول اون شرکت ارائه دهنده واردش بشید انتقال بدید روی سرور جدیدتون امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید لایک و کامنت و فراموش نشه موفق و پیروز باشید